با سلام خدمت دوستان عزیز دوستان امروز جلسه آخر دوره CSS مقدماتیه انشالله جلسه آینده ما وارد انجام پروژه میشیم دیگه و جای جذاب دقیق دوره شروع میشه از جلسه آینده تا دو جلسه ما یه پروژه رو با هم انجام میدیم یه وبسایت حالا باید انتخاب بکنم یه وبسایت رو با هم دیگه انجام میدیم از اول تا آخرش رو با هم انجام میدیم بعد از اون کم کم میریم مباحث پیشرفته تر مثل فلکس و گرید و ریسپانسیو وبسایت و اینا رو کار میکنیم و هر مرحله بچا یه پروژه انجام میدیم یعنی یه جور جای جذاب دوره داره شروع میشه کم کم تو این جلسه بچا یه سری مطالب من یادم رفته بود تو دوره بگم اونا رو چند تا دوره کوچولو نکته کوچولو اونا رو میگم و انشالله این ویدیو تمام بشه بریم سراغ پروژه اصلیمون جلسه آینده خب بذار من اینا رو همه پاک کنم اون جلسه قبل بچا این هم پاک کنم خب یه دونه اچ بنویسم مثلا هلو مای فرند چی شد فرند خب و یه دونه تگ پی بذارم لورم مثلا بیست خب یه همچه چیزی میشه اون پوزیشن هم باشه مهم بیست خب بریم اول چیزی که میخوایم صحبت کنیم بچه ها. ما یه چیزی داریم به نام بچه دیسپلی ناون خب ببینید بچه ها چی کار میکنه دیسپلی ناون باعث میشه که یه علمانی از صفحه حذف بشه بچه این اسپکت هم بگیریم بچه ها نیا کنید الان بادی H2 H1 ببینید H1 هست ولی تو صفحه دیگه نداریمش خب جزء المان صفحه همون هست ولی دیگه نباش داده نمیشه خب بذاریم بیارم پایین اوکی پس یه دونه داریم دیسپلی نام باعث میشه المان رو صفحه حذف بشه ولی تو اینجا هستش یه چیز دیگه هم داریم بچه ها بذارید اینو من داریم ویزیبیلیتی یه دونه گزینه داره هیدن بچه ها شبیه دیسپلی نام ولی یه فرق کوچولو داره بچه ها. فرقش به نظرتون چیه به اون قبلی بچه ها اینجا فرقش نیست این بالا نگاه کنید این پایینش همونه فرقش اینه که بچه‌ها تو حالت دیسپلی ناون اگه دقت یادتون باشه این یه تیکه بالا خ... اصلا می حذ میشد این میرفت جایی نمی گرفت اما تو حالت ویزیبیلیتی هیدن جاش خالی میمونه جاش خالی میشه ولی اون فضا رو دقت نگه میداره یعنی این نمیره جای اون قبلی رو بگیره اوکی پس فرقشون تو این فضا هست که تو دیسپلی نا کلا تو صفحه پاک میشه این میره جایی رو میگیره اما تو ویزیبیلیتی هیدن فقط نشونش نمیده اما جاشو نگه میداره اوکی خب این یه نکته که یادم رفته بود یه نکته دیگه که یادم رفته بود بهتون بگم بچه ها من به این H1 هم -E دونه کلاس بدم کلاس مثلا هلو من الان میام چیکار میکنم به H1 هم -E بچه ها هم بکنم این ها. چیز دیگه بردارم دیگه بذار پاکش کنم اصلا بذار باش اچ 1 هم یه دونه رنگ کالر میدم مثلا بلو خب انتظار دارم الان آبی بشه بچه خب این آبی شد حالا یه سالی بچه ها اگه من اینجا بگم داد هلو حالا کالر بدم رد چه اتفاقی به نظرتون میفته بچه من الان به تگ هدم گفتم آبی باش به همون تگ به کلاسش دادم رد به نظرتون بلو میشه یه رد ببینیم بچه رد شد یعنی کلاس ارجعیت داره به تگ اینو یادتون باشه بچه و یه نکته دیگه فرض کنید بچه ها شما میخواید مثلا یه دونه کلاس یه دونه پراپرتی که دادید همیشه باقی بمونه فارغ از اینکه ترتیب چجوریه مثلا شما فرض کنید اچ دادید بلو میخواد حتی اگه کلاس یکی اومد کلاس هم تعریف کردین همچنان بلو بمونه یعنی ترتیب رو میخواد به هم بریزید چیکار میکنید اینجا یه دونه اسپیس میزنید یه دونه علامت تعجب ایمپورتنت حالا دیگه آبی میشه یعنی داریم میگیم که آقا این برای من مهمتر از اینه ترتیب و ولش کن این برای مهمه اوکی پس این ایمپورتنته باعث میشه که شما بیاد یه ویژگی رو مهمش بکنید و دیگه اون روال عادی رو به هم بزنید حالا اگه من بیام به این پایینی هم ایمپورتنت بدم یه ای چیز مسخره البته اون وقت میشه قرمز انتظار میشه قرمز بله پس بچه در دقیقا این ایمپورتنت به شما کمک میکنه که اون ویژگی هایی که شما دارید و خودتون دادید نشه یا نه با چیز جدیدی که به صفحه اضافه میشه خب مورد بعدی که بچه جا انداخته بودم بگم اینه که شما میتونید مقدار مارجین رو منفی بدید بچه ها اینجا نیا کنید من مثلا میام به بذارید این بذارید مارجین مثلا میدم منفیه اگه بدم مثلا 100 پیکسل مارجین لفت بچه مارجین لفت میدم 100 پیکسل از سمت چپ 100 پیکسل میدید بچه میره سمت راست خب من بذار اینو کلا دیگه بردارم این رنگ من اینا بردارم خب با این کار دارم. الان 100 پیکسل رفت سمت راست میبینید بچا خب حالا بشا... میتونم اینو منفیش کنم ببینید چه اتفاقی میفته 100 پیکسل اومد سمت چپ از صفحه زد بیرون نصفش حالا شاید بگید خب به چه دردی میخوره من چه کاریو میخوام نصف سفر بندازم بیرون بیت کاربرد خیلی قشنگی داره بچه نگاه کنید حالا فعلا نرسیدیم به اون کاربرد ها الان کلا از صفحه رفت بیرون درسته من میتونم مثلا بگم که اگر P دو نقطه هاور حالا من به اینا نرسیدیم بچه ها حتی هاور رو گفتم بهتون حالا هاور رو گفتم اگه P داد هاور شد داد هلو مارجین لفتش بشه صفر اینو نگاه کنید بچه اینا رو نخوفتم بهتون ولی حالا جلو تبریم یاد میگیم نگاه کنید بچه ها پی دو هاور دیگه چه نشد خب بچه من میخواستم که وقتی پاراگراف هم هاور شد این هلوی بیاد نشد عجیب هم نمیشه نمیدونم چرا حالا مهم نیست یه کار دیگه میکنم اینو میرم اینجا دو نقطه هاور یه چیزی بشه میخوام بهتون نشون بدم نگاه کنید ببینید چه باحال میشه دو ثانیه حالت ایست اینجا نگاه کنید بچه الان من موسم ببرم اینجا ببینید چی میشه میبینید چه خوشگل میشه موسم میبرم خب بعد از دو ثانیه مارجینش میشه لفت میه سرس جاشت. حتی میکنم مارجنی بیشتر هم بکنم مثلا بیارمش سمت راست 100 پیکسل بگم بی سمت راست تر حتی یا کنین این رفرش میاد میره سمت راست پس بچه ها این منفیه به این درد میخوره وقتی هست مثلا میخواد یه انیمیشن طوری درست کنید اصلا یه علمال رو بندازید از صفحه بیرون یه اتفاقی میفته بیارنش تو صفحه به در این درد میخوره بچه خیلی خوب بچه ها. دوره مقدماتی مقدماتیمون تموم شد اینشالله بریم بیام از بعد جلسه بعدی میخوام یه پروژه با حال با همدیگه انجام بدیم میخوام یه وبسایت رو با همدیگه از صفت و ساعت تریک کنیم وبسایت خیلی سخت نیست ولی خب تقریبا تمام چیزی که تو این دوره CSS یاد گرفتیم میخوام انجام بدیم روش فعلا خدا و جلسه بعد